أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا وأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين. أما بعد، قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. در آغاز خطبه اول، خود و شما مؤمنان، خواهران و برادران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم و امیدواریم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق آراست شدن به صفت تقوا را عنایت فرماید. تقوا در حقیقت مدار سعادت و سلامت فکری و روحی و روانی و اخلاقی انسان موحد خدا باور است و اساساً انسان زمانی وارد مدار سعادت و سلامت خواهد شد که حضور خدا را در لحظه‌های زندگیش احساس کند و ببیند و با اون حضور باورمند شود و نگاهش را و گفتارش را و رفتارش را بر مدار خدا ترسی تنظیم کند تا بتواند از شر هوا و هوس و فرهنگ های آلوده و ویرانگر زندگی در امان بماند. التقوا جنة من النار. در این حدیث شریف میگه تقوا سپر انسان است در برابر آتش و عذاب الهی. چرا؟ چون تقوا مدرسه زندگی است، تقوا زندگی کردن انسانی است، تقوا حرکت در مسیر سعادت و سلامت است. بنابراین ما تلاش بکنیم که از این گونه جلسات و مجالس تذکر و یادآوری به سمت خداشناسی و خداباوری و خداترسی بیشتر حرکت بکنیم، زیرا که پیام همیشه زنده و پاینده نماز جمعه این هست که اتقوا الله. در خطبه اول بحث‌های ما بحث‌های معنوی و معرفتی خواهد بود و انشاءالله به توفیق الهی در خطبه دوم هم نسبت به مناسبت‌های اجتماعی و تاریخی و اعتقادی صحبت‌های را خدمت شما نمازگزاران نماز جمعه خواهیم داشت. موضوع بحث در خطبه اول را این عنوان انتخاب کردم: بیداری و بیداردلی در منطق دین. یکی از آفتهایی که انسان را میتواند به سعادت و سلامتش ضربه بزند، بحث غفلت از سرنوشت خود انسان است. و به طبع چون انسان یک موجودی است که وقتی در جامعه زندگی می کند، از جامعه و فرهنگ جامعه اثر می پذیرد، رسم ها و رواج ها و هنجار ها و نگاه ها انسان را ممکن است از اون توجه به فلسفه زندگی و آفرینیشش غافل بکند و در این دنیا و محاسبات مادی او را گیر بیندازد. به همین دلیل هم مرتب در آیات قرآن و در روایات و در قالیب مناجات های ائمه معصومین تا
توصیه شده است به بیداری یا به تعبیر دینی به تذکر و ذکر و متذکر بودن. آیاتی از قرآن هست که فلسفه بعثت را میگن بیدارگریست. فذکر انما انت مذکر، پیامبر تذکر بدی، یعنی هشدار بدی، بیدار باش بدی به انسانها، زیرا تو برای همین هشدار دهی اومدی که به انسان تفهیم کنی که ای انسان، تو فقط یک موجود مادی خورنده خوابنده کار کننده نیستی، بلکه در وجود تو روح خداست، در وجود تو یک حقیقت ملکوتی به نام روح و به نام عقل و به نام فطرت وجود دارد که وظیفه تو و مسئولیت تو و رسالت تو پروراندن این گوهر ملکوتی در این بستر طبیعت و در میان برنامه‌های آموزشی و معرفتی و عبادی است. در آیات متعدد، در روایات متعدد صحبت از ذکر به وجود به میان آمده است. اون به اصطلاح آیه معروف سوره جمعه همین است که فسعوا الی ذکر الله، تلاش کنید به سوی ذکر خدا و یاد خدا بروید. مفسرین در باب ذکر در واقع دو تا معنا را ذکر کردن، یکی همین ذکر خدا به زبان، که البته این معنا معنای درست هست، ذکر خدا و یاد خدا و تسبیح خدا و تحمید خدا و این که انسان مرتب بگوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این نشان دهنده این هست که این دل به یاد خدا هست که زبان به یاد او و به نام او داره میچرخه. اما این مرحله از ذکر بر اساس آیات و روایات تأیید شده و ما باید همیشه به یاد خدا باشیم و تا زمانی که به یاد خدا هستیم زندگی ما معنادار هست، معنامند هست، هدفدار هست و هدفمند هست. ذکر بالاتر از ذکر زبان ذکر درون هست که ازش تعبیر شده به تذکر، به متذکر بودن. حالا فرق این دو چه هست؟ یک نکته خیلی کوتاه عرض بکنم. در ذکر زبان ممکن است کسی عادت کرده باشد به سبحان الله گفتن، ولی جانش و ذهنش و ضمیرش و اندیشهش به یاد خدا و مسئولیت های زندگیش نباشد. البته این خوب است ولی عالی نیست که انسان فقط در زبان ذاکر خدا باشد. و اما اون معنای را که علما و فقها و عرفا بهش تأکید دارن، بحث تذکر قلبی و درونی است. و این را اگر ما بخواهیم فارسی معنا بکنیم، اینجا ذکر یعنی آگاه شدن، یعنی متوجه شدن، یعنی پی بردن به مسئولیت ها و وظیفه های انسان. انسان وقتی خودش را و مسئولیتش را و وظیفه های انسانی و اسلامی و توحیدیش را شناخت، در منطقی قرآن به این انسان میگوید انسان متذکر. این که وظیفه اخلاقی ما در خانواده چیست، وظیفه اخلاقی ما در جامعه چیست، وظیفه ما در قبال فرزندانمون چیست، وظیفه ما در قلاب در قبال ناهنجاری هایی که در جامعه رخ میدهد چیست، اینها مسائل است که تحت عنوان ذکر و متذکر بودن و آگاه بودن به مسئولیت های فردی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی از آن یاد می شود. آیات متعدد و روایات متعدد ذکر به هر دو معنا را در واقع تأیید می کند. یک جا قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا،
ای انسان‌های مؤمن و خدا باور، مرتب به یاد خدا باشید و خدا را بسیار ذکر کنید. چرا؟ به خاطر اینکه ذکر خدا و یاد خدا انسان را به سمت مسئولیت شناسیش پیش میبرد. ذکر خدا و یاد خدا عامل کنترل انسان هست در برابر هواها و خواهش‌های نفسانی انسان. زمانی که ذاکر باشد فحاش نیست، زمانی که ذاکر باشد غیبتگو نیست، زمانی که به یاد خدا بچرخد به تهمت و افتراء دیگران نمیچرخد. اینها آثار تربیتی ذکر به همون معنای است که انسان به زبان ذاکر باشد. وقتی انسان زبانش را با ذکر سبحان الله و الحمدلله و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد عادت بدهد و این را در واقع یک سیر تکاملی برای خودش بداند، دیگه اجازه نمیدهد که این زبان خودش را به غیبت، به تهمت، به افترا، به سخنچینی، به بد گفتن، به فحش دادن، به فحاش کردن آلوده بکند. چرا؟ چون انسان ذاکر و دنبال پاکی هاست و دنبال طهارت هاست. و اما اون ذکر که به معنای متذکر بودن هست، که انسان به لحاظ ذهن، به لحاظ ضمیر، به لحاظ اندیشه، به لحاظ درون همیشه یک آگاهی توحیدی داشته باشد که من انسانم، خلقت من و آفرینش من در این عالم معنا دارد و من باید مرتب اون معنا را مطالعه بکنم و درک بکنم و بفهمم و بپذیرم و در جهتی انجام مسئولیت های عبادی و اخلاقی باید همیشه تلاش کنم. آیات متعدد دیگری وجود دارد. قرآن می فرماید این نما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. پیامبر تو می توانی، این نما تنذر، تو می توانی کسی را هشدار بدی. این نما تنذر من تبع الذکر، کسی که به دنبال تبعیت از آگاهی هست. ببینید برادران، مؤمنین، نمازگزاران، در اسلام نسبت به علم، نسبت به دانایی، نسبت به آگاهی تأیید شده است، تأکید شده است. چرا؟ چون انسان وقتی آگاه شد مسئولیتش را میشناسد، به رسالتش پی میبرد، با وظیفه های روزمره اش آشنا میشود. و اگر کسی صرفاً در این عالم بر اساس عادت ها زندگی کند، بر اساس رسم و رسوم عرفی زندگی کند، قطعاً مسئولیت هایش را نخواهد شناخت و قطعاً به رسالت هایش نخواهند پرداخت. و کسی که در این دنیا مسئولیتش را ادا نکند و به رسالت های اسلامی و انسانی و اخلاقی و توحیدیش عمل نکند، قطعاً سرمایه عمر را و زندگی را و هستی را برباد داده است. ما آمدیم که اینجا ادای مسئولیت کنیم، هم در قبال خود، هم در قبال خانواده، هم در قبال جامعه و هم در قبال این که ما بنده خداییم و رسم بندگی را باید رعایت بکنیم. قرآن می فرماید که اساساً قرآن آمده است برای بیدار دلی. پس بیداری و بیدار دلی یکی از فلسفه های نزول کتب آسمانی است. می فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر. خدا میگه من این قرآن را آسان قرار دادم، راحت قرار دادم که هر کسی در هر توانی که دارد اگر به قرآن مراجعه کند وظیفه اش را میشناسد، خودش را میشناسد، هستی را میشناسد، خدا را میشناسد، انبیا را میشناسد، اولیا را میشناسد و تمام مسئولیت های ریز و درستش را باش از طریق این قرآن آشنا میشود. ولقد یسرنا القرآن للذکر. قرآن را ما برای ذکر و آگاهیشدن و آگاهی دادن آسان قرار دادیم. بعد میفرماید فهل من مدکر، و این در اون سوره مبارکه که هست مرتب تکرار میشود.
چند آیه خوانده می شود، بعد می فرماید فهل من مدکر، آیا کسی هست که متذکر شود؟ آیا کسی هست که متنبه شود؟ آیا کسی هست که خودش را در دل این آگاهی قرآنی و توحیدی بیندازد و انسان و انسانیت خودش را برای خودش در سایه آموزه های قرآنی تعریف بکند و تبیین بکند؟ و در نماز جمعه هم که شما مرتب این آیه را میشنوید که فسعوا الی ذکر الله، تلاش بکنید به سوی ذکر خدا و به سوی یاد خدا. چرا؟ چون علی بذکر الله تطمئن القلوب، اونی که به انسان آرامش میدهد. دنیای امروز یکی از مشکلاتش اینه که آسایش به بشر داده، آرامش را از بشر گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه اینقدر بشر را به اصطلاح جذب جذابیت های مادی کرده که بیش از حد و حصر، و از اون طرف انسان بالفطره و بالعقل میداند که هر آنچه داشته باشم یک روز یا من را از داشته هایم میگیرند یا داشته هایم از دستم میرود. و بین این دو معادل است که انسان آرامش در این عالم بسیار کم دارد. ولی قرآن تأکید دارد که اگر میخواهین در این دنیا آرامش داشته باشین، به یاد خدا باشین، هم خدا را آگاهانه بشناسین و هم خدا را آگاهانه بندگی کنیم و هم مسیر سعادت و سلامتی بندگی را از طریق آگاه بودن به مسئولیت‌های انسانی و اسلامی و شیعی خود بشناسیم. سرانجام حدیثی را از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌خوانیم در رابطه با آثار ذکر. امیر المؤمنین می فرماید ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب، میگه چرا خدا به ما دستور داده که متذکر باشیم؟ چرا خدا به ما دستور داده اینقدر ذکر خدا را و نام خدا را و یاد خدا را ببریم؟ می فرماید ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب، وقتی ذکر میگه قلبت روشن میشه، قلبی که در اثر غفلت، در اثر گناه، در اثر دور شدن از حقایق زندگی دوچار کدورت، دوچار ظلمت و دوچار تاریکی شده. امیر المؤمنین می فرماید ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا ذکر را قرار داد تا قلبت روشن شود، اون بصیرت و بنایی درونی به سراغت بیاید. خب این قلب که روشن شد اثرش چیست؟ تسمع بهی بعد الوقره، قلبی که آگاه شد و روشن شد میشنود سخن خدا را، میشنود سخن حق را، میشنود فریاد انبیا و اولیای عظیم الشأن را. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از این که کر شده بود شینوا میشود. پس ذکر کلید شینوایی قلب انسان است نسبت به حقایق عالم. و تبصر بهی بعد الاشوه، و این قلب بینا می شود بعد از آن که نابینا شده بود. این نشان می دهد که آثار غفلت و گناه قلب انسان را کدر می کند و تاریک می کند و بصیرت و آگاهی درونی را ازش می گیرد. ما برای اینکه این بصیرت را برگردانیم باید مرتب به یاد خدا باشیم و ذکر خدا بگیم. و تنقاد بهی بعد المعامده، یکی از آثار گناه این است که ثم قست قلوبهم من بعد ذلک فهی کالحجارت او اشد قسوه، وقتی انسان در مسیر گناه و طغیان و غفلت و سرباز زدن از اطاعت الهی قرار گرفت، حالت تمرد پیدا می کند، حالت طغیان پیدا می کند، در برابر اوامر الهی سرفرود نمی آورد، بجایی که بنده خدا باشد بنده هوا و هوس می شود. و لذا می فرماید ذکر کاری می کند که قلب متمرد دوباره برگردد در مسیر طاعت و فرمان بردن از خدای متعال. و تنقاد بهی، منقاد می شود، مطیع می شود قلب به سبب ذکر بعد از آنی که با خدا سر ستیز داشت. همه این جملات در واقع به ما نشان می‌دهد که ما اگر بخواهیم از خودمان، از شخصیتمان، از گوهر گرانبهای جان
و روح و عقل و خردمون پاسبانی بکنیم، همیشه به این دو نقطه توجه داشته باشیم، زبان ذاکر داشته باشیم، یک قلب آگاه و بصیر نسبت به خدا و ارزش ها و وظیفه ها و مسئولیت ها و رسالت هایمون داشته باشیم. دو، امیدواریم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق ذکر و یادش را عنایت بفرماید و اون ولی مذکرش امام زمان علیه السلام را فرج نازنینش را نزدیک و نزدیکتر بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى علي أمير المؤمنين آيتك الكبرى والنبأ العظيم، وعلى الصديقة الطاهرة، وعلى الحسن والحسين، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. یک بار دیگر خود و همه خواهران و برادران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم، زیرا تقوا عامل سعادت و سلامت فردی و اجتماعی هر جامعه است و اساساً فلسفه ارسال رسول و انزال کتب این هست که انسان‌ها تا می توانند ذهنشان را و ضمیرشان را و قلبشان را به گوهری به نام تقوا آراسته بکنند. تأکید بر تقوا نشان می‌دهد برادران، عزیزان، جوانان، مؤمنین نمازگزار که به دست آوردن سعادت و سلامت دنیوی و اخروی یک حقیقتی هدفدار و هدفمند و قانونمند است. همینطور گوچرهی کسی نمیتواند به سمت سعادت و سلامت حرکت بکند، بلکه باید در زندگی فکری و روحی و اخلاقی و رفتارهای اجتماعیش یک محاسبه دقیق داشته باشد و این محاسبه دقیق در زبان شرع می شود تقوا. کجا بروم، کجا نروم، چه حرف را بزنم، چه حرف را نزنم، چگونه بیندیشم، چگونه نیندیشم، کجا گذشت کنم، کجا گذشت نکنم، کجا به اضطراب با چه آدم های سر و کار داشته باشم و نداشته باشم، همه اینها در واقع بر مدار تقوا معنا پیدا می کند و انسان متقی یعنی انسان محاسبگر. بنابراین ما تلاش بکنیم که بر اساس نگاه دینی و اسلامی خود همیشه در زندگی این محاسبه تقوامدار را داشته باشیم که چگونه رفتار بکنیم، چگونه سخن بگوییم، چگونه بیندیشیم در همه لحظه لحظه زندگی. تقوا یک چیزی به اصطلاح دست نیافتنی نیست. در رابطه میان زن و شوهر باید تقوا حاکم باشد، در رابطه بین دو تا برادر باید تقوا حاکم باشد،
در رابطه انسان با جامعه باید تقوا حاکم باشد، در رابطه انسان با اهل و عیال و فرزندانش باید تقوا حاکم باشد. تا تقوا هست، صفا هم هست، صمیمیت هم هست، صداقت هم هست، تعهد هم هست، مسئولیت پذیری هم هست. وقتی که تقوا از زندگی رخت بربست، انسان دیگه اون خاصیت فرشته‌ای خودش رو ندارد، ممکن است به یک حیوان تبدیل بشود که فقط سهمش در این دنیا خوردن و خوابیدن و لولیدن و تولید میسر کردن باشد. ما اگر بخواهیم واقعا زندگی اسلامی و شیعی داشته باشیم، روی محاسبات بندگی خود دقت بیشتری داشته باشیم. در رابطه با مناسبت‌های این خطبه، مناسبت‌های متعددی وجود دارد. یک نگاه خیلی کلی به اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشیم و بعد هم مناسبت‌ها را خدمتتون عرض بکنیم. چیزی حدود شاید 2 سال و خورده‌ای از سیستم سیاسی و حکومت جدید می‌گذرد و تا جایی که آدم می‌بیند، در حقیقت یک سری امورات مشخص شده و انجام شده و این باعث دلگرمی مردم شده. بحث امنیتی سراسری در کشور، هر جا که بری هیچ کسی منکری این نمی شود که حقیقتاً نظام جدید در تأمین امنیت سراسری در کشور یک نظام نسبتاً موفقی بوده. و راه خدمت شما عرض بکنم، دزدی ها و قدوری ها و زورگویی ها و آدم ربایی ها و اختطافگران را گرفته و اگر مسافری از شمال به جنوب و از جنوب به شمال حرکت میکند، در مسیر راه شدیداً احساس امنیت میکند و این خیلی خوبه. بحث نظارتی که بر بازار اعمال میشه، تا جای مردم دارن در رسانه ها میبینن و از این وضعیت راضی هستن. حقیقتش هم بازار افغانستان یک بازار رها شده بود و صرفاً رویش باندتیزم در بازار حکومت میکرد و هر کسی به اصطلاح به نفع خودش نرخ‌گذاری میکرد و مردم را زنجیرکش میکردن. بحث فعال شدن بعض نهادهای به اصطلاح حکومتی مانند شاروالی و امثالهم کم کم در سطح شهر مشهود هست. بحث اعمال مدیریت های شهری، اینا مجموعی از جلوه های خوب و زیبای حکومت و سیستم جدید هست که مردم را تا جای امیدوار کرده است. و اما آنچه که به عنوان مطالبات اساسی مردم در ذهن و ضمیر انسان مسلمان افغانستان مطرحه، یک سری محورهای بسیار اساسی هست که هنوزم به اون پاسخ گفته نشده و ما به عنوان یک شهروند میخواهیم این تقاضاها را مطرح بکنیم. یکی از اون مسائل این است که یکی از مطالبات اساسی ملت افغانستان بعد از 40 سال جنگ و ویرانی این است که کی نظام سیاسی کشور بر مدار یک قانون تدوین شده اساسی استوار می شود، کی در کشور حاکمیت بر مدار قانون اجرا می شود. هنوز حکومت داره بر مدار سلیقه ها اجرا می شود و این جزء مطالبات اساسی یک ملت است که باید بداند آیا در این کشور قانون حکومت می کند یا سلایق، و بر مسئولین امر هست که هر چه زودتر قانون اساسی را تدوین بکنند و نهادها را و مسئولیتها را بر مدار قانون توزیع بکنند، بر مدار قانون نظارت بکنند و بر مدار قانون اجرا بکنند. دومین مطالبه اساسی که مردم منتظر موندن و هنوز هم مشخص نیست، بحث ایجاد یک ساختار تعریف شده سیاسی است. هر نظام سیاسی که در دنیا حکومت می کند یک ساختار قدرتی مشخص دارد، مسئولیت‌های تعریف شده دارد، جایگاه مردم، جایگاه مسئولین، وظیفه قوه قضاییه، همه چیز در یک ساختار سیاسی تعریف می شود که یک ملت جایگاهش در کجا هست، نقشش در کجا هست. بحث آزادی انسان‌ها، بحث آزادی بیان، بحث انتقادی از سیستم سیاسی تا چه میزان در این ساختار وجود دارد، اینها مسائلی است که هنوز هم متاسفانه پاسخ گفته نشده است. مسئله دیگری که ذهن و ضمیر هر انسان مسلمان افغانستانی را در شمال، در جنوب و در شرق و غرب این کشور به خود متوجه کرده، بحث بستماندن مکاتب برای دختران این جامعه هست. صلوات بفرستید.
این جزوی مطالبات اساسی مردم هست. پدران و مادران افغانستانی به همان میزان که دوست دارن فرزندان پسر تحصیل کرده داشته باشند در آینده، به همون میزان علاقمند هستند که دختران اینها که مادران فردای جامعه هستند انسانهای تحصیل کرده باشند، از نعمت تحصیل، از نعمت مدرسه و از نعمت دانشگاه برخوردار باشند، که بعد یک سال خورده هنوز هم یک مسئول مشخصی در رسانه ها نیامده، با ملت افغانستان در میان نگذاشته که فلسفه بستماندن مدارس و دانشگاه ها چیست و پشت این حرکت چه انگیزه هایی وجود دارد و ملت افغانستان تا کی باید منتظر بماند که یک کسی بیاید و اعلام بکند که از فلان تاریخ به بعد دختران افغانستان هم حق تحصیل دارند. امیدواریم که سران حکومت سرپرست طالبان به خواسته های مشروع و مطالبات اساسی و قانونی ملت افغانستان توجه بکنن و گردن بگذارن و نسبت به این مردم ادای وظیفه بکنن. و جزو مسئولیت های اساسی مسئولین نظام سیاسی هست که امید را و نشاط را و شادابی را در کشور برگردانن. مسئله دیگری که باید بهش توجه بکنیم و این روزا ذهن و ضمیر خیلی ها متوجه اون هست، بحث ایام حج هست که از سراسر جهان اسلام حاجی ها می آیند و در مکه مکرمه اونجا یک در حقیقت تجمع عظیم از انسان های خداجو و مسلمانان در واقع یک کنگره عظیم برپا می شود. حج فلسفه های بسیار فراوانی دارد، علاوه بر آثار تربیتی که دارد، علاوه بر آثار عبادی که دارد، انسان‌های مسلمان را که از فرقه‌ها و ملت‌ها و جغرافیای متعدد هست به هم می‌رسانند تا اینا همدیگر را بیشتر بشناسند، احتیاجات همدیگر را، مشکلات همدیگر را درک بکنند و در این کنگره عظیم حج نسبت به مسائل و مشکلات جهان اسلام با هم گفتگو داشته باشند، تعامل داشته باشند و اوضاع جهان اسلام را بیشتر رصد بکنند. و در کنار این مسائل بحث استفاده از معنا و معنویت و عبادت و حضور در سرزمین وحی که باعث صفا و جلای روح انسان حاجی می شود جزء اون به اصطلاح لذت ها و خواسته های مطلوبی است که هر انسان مسلمان دوست دارد در این سرزمین حضور پیدا بکند و شاهید به تماشا نشستن منظره دلربای کعبه توحید باشد و در صحرای عرفات سیر کند، در مشعر سیر کند، در منا برود و همه اون آیات بینات الهی را در سرزمین وحی ببیند، که خداوند انشاءالله قسمت همه ما و شما بکند که در یک انچن ایام ما هم در اونجا باشیم و در همونجا تنفس بکنیم. در ادامه این بحث، بحث سفر پیامبر گرامی اسلام در 25 ذوالقعده، یعنی پنجشنبه که دیروز بود، در حقیقت در تاریخ روزی است که پیامبر گرامی اسلام از مدینه حرکت میکند برای حجۃ الوداع. این یکی از اون به اصطلاح مراسم هایی است که در دل تاریخ ویژگی های بسیار خاصی دارد. همه مسلمانان تقریبا یا شاید بعضشون میدونستند که این حج آخرین حج پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، ولذا از سراسر جهان اسلامی اون روز خیلی ها که توان داشتن بسیج شدن و با پیامبر نازنین این مراسم حج را به وجود آوردن و به جا آوردن و در حضور اون پیامبر نور و رحمت مراسم انجام دادن و خیلی ها چون ذهن و ضمیرشان متوجه این بود که این آخرین
حج پیامبر است، شاید از لحظه لحظه اون روزها بیشترین استفاده را میکردن، به سیمای پیامبر نازنین نگاه میکردن، از کلمات او میشنویدن و حرکات او را و رفتار او را به تماشا مینشستن و اینکه اونها چه لذتی بردن از این حج ابراهیمیشان در حضور پیامبر گرامی اسلام فقط خودشون میداند و خدایشون میداند و اون زمانی که اونجا بودن اونها میدانند. ما شاید از اون لحظاتی بسیار بهشتی که در اون زمان خلق شد چیزی را نتوانیم درک بکنیم، ولی قطعا اون مسلمانانی که بودن از حضور پیامبر خیلی استفاده کردند. منتها این علاوه بر این که یک بیدار باش بود نسبت به جهان اسلام که آخرین حج پیامبر است، قطعا دغدغه هم برای مسلمانان بود که حالا که قرار است این آخرین حج باشد و پیامبر ما مسافر ملکوت شود، سرنوشت جامعه اسلامی و امت اسلامی بعد از پیامبر چه خواهد شد، اون نکته اهمیت این سفر اینجا روشن می شود که خدا به پیامبرش گفت: یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. وقتی پیامبر از این حج برگشت، غدیر به وجود آمد و غدیر نقطه عطفی است در تاریخ اسلام که او را فقط میتوان با بعثت مقایسه کرد. برادران، نگاه ما به غدیر یک نگاه قراردادی و یا یک نگاه عرفی و یا صرفا یک مراسمی نیست. ما اگر بخواهیم غدیر را و عمق غدیر را و پیام غدیر را و فرهنگ غدیر را و معنای غدیر را دریابیم، غدیر فقط با بعثت قابل مقایسه هست. چرا؟ چون در بعثت در حقیقت پیشوای انسان توحیدی مشخص شد و رسالت و نبوت توسط پیامبر گرامی اسلام در واقع آشکار گردید و در غدیر هم تکلیف امت مشخص شد که پیامبر گرامی اسلام آمد و تکلیف امت را و هادی امت را و امام امت را و پیشوا و مولا و مقتدای امت را در غدیر به همه شناسان. مراسم غدیر و اینکه پیامبر اونجا بیاید و همه کاروانهای رفته را برگرداند و منتظر کاروانهای عقب مانده بماند و در اون صحرای سوزان عربستان، اگر ما بخواهیم حکمت این حرکت را بفهمیم، به این معناست که باید عمق معنای غدیر را بفهمیم. همه را پیامبر گرامی اسلام جمع کرد و اونجا چیزی حدود 2 ساعت برای مردم سخنرانی کرد و همه حقایق و وظیفه های مسلمانان را برایشون بیان کرد و سپس در اون آخرین لحظات خطبهش مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را از میان جمعیت برداشت و برد در کنارش و دست مبارکش را بالا کرد و فریاد زد: من کنت مولاه فهازا علی مولاه. هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. و من کنت انا نبیه فعلی امیره. اونچه که در حجۃ الوداع بسیار برجسته است این نقطه است. و رضا وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه پایین آمد، همه آمدن نسبت به ولایت علی و امامت علی و مولا بودن علی با او بیعت کردن. و ما اگر غدیر را دقیقا متوجه نشویم، فلسفه بعثت را متوجه نخواهیم شد. اگر غدیر را جدی نگیریم، دین ما و ایمان ما و همه آموزه های دینی ما در مسیر دیگری قرار خواهند گرفت. ولذا پیامبر گرامی اسلام اون آخرین مسئولیت و آخرین رسالت خود را در غدیر انجام داد و مولا الموحدین امیر المؤمنین را به عنوان مولا و مقتدا و پیشوای امت و شاخیص تشخیص حق از غیر حق به امت معرفی کرد که ما پیشا پیش گرامی می داریم ایام غدیر را. مناسبت دیگری که هست در 24 ذوالقعده، یعنی در واقع در روز چهارشنبه بود و هم روز دهو الارض بود، یعنی اون روزی که در حقیقت زمین از دل دریا یا از دل آب اومد بیرون
و اون به اصطلاح نقطه اولیه‌ای که آمد بیرون، سرش به تعبیری که در به اصطلاح تاریخ و روایات هست بریده شد و رفت به آسمان و تبدیل شد به بیت المعمور که قبله ملائکت الله هست. و اون نقطه‌ای که از اونجا سر زد همین نقطه‌ای که کعبه هست که امروز جانها و دلها متوجه اونهاست و قبله همه مسلمانان هست. و در این روز هم روز حرکت آقای امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو هست. این سفر هم مثل سفر حجۃ الوداع پیامبر گرامی اسلام سفر بسیار تحول ساز هست. شما اگر دقت بکنید بنی امیه و بنی عباس هر کدام با شگرد خودش برای نابودی اسلام و قرآن کمر بسته بودن و بنی امیه با تمام شیطنتها و رنگها و نیرنگها و سبویدهایی که داشت در عاشورا خودشون رو نشان دادن و در همون جا هم به اصطلاح شکستشون رقم خورد و سرانجام نابود شدن. یعنی وجود مقدس سید الشهدا شر بنی امیه را از عاشورا برای اینکه کم شود نابودیشون را استارت زد و سرانجام نابود شدن. بعد نوبت رسید به بنی العباس. بنی العباس هم تا که توانستن با سوی استفاده از اون نسبت نسبی که با ائمه داشتن جهان اسلام را فریب میدادن، هر کدوم به نحوی خودشون رو به ائمه منسوب میکردن و ائمه هدا را زندانی میکردن و خلافت را حق خودشون میدونستن. تا زمانی که به اسلام مأمون آمد و خدمت شما عرض بکنم شد خلیفه عباسی و چون امام هشتم علیه السلام را مانی حاکمیت نامشروع خود میدانست و ازش احساس خطر میکرد از مدینه به مرو آورد تا زیر نظر داشته باشد. در مرو هم که آمد انواع و اقسام توطئه ها را امام رضا علیه السلام از ناحیه مأمون دید. گاهی برایش مباحثه علمی به اصطلاح برقرار میکرد تا امام رضا را به لحاظ علمی شکست بدهد، همه دانشمندان و متفکران را جمع میکرد تا با امام رضا مناظره بکنند، در اون جلسه شکست میخورد. بعد امام رضا را در شرایطی که خوشحالی بود میگفت برو نماز باران بخوان، چون میدونست که باران نمی آید امام رضا آبرویش می رود و عظمت اینها در نظر شیعیان و در نظر مسلمانان خرد می شود. بعد که امام رضا به طرف به اصطلاح نماز حرکت می کرد و سیل جمعیت به دنبالش حرکت می کرد، امام رضا را از مسیر بر می گردان و خودش می رفت این کار می کرد. در نماز عید بود ظاهرا، نماز باران نه، نماز عید. و شگردهای متعدد انجام داد تا امام را در نظر مردم خرد کند. اما امام رضا علیه السلام با اون زیرکی به اصطلاح که داشت، با زرنگی که داشت، با اون نیروی امامت که داشت، همه رنگها و نیرنگها و توطئه های بنی العباس را به اصطلاح از بین برد و سرانجام هم به دست مأمون به شهادت رسید. منتها اون چی که به اصطلاح در این مسیر قابل توجه هست اینه که امام رضا علیه السلام هرگز به مأمون اجازه نداد تا نقشه های شوم و شیطنت آمیز او عملی شود. ولی عهدی را پیشنهاد داد. در بحث ولی عهدی هم هدفش این بود که به مردم بنمایاند که مردم اینهایی که میگن ما امام هستیم به دنیا علاقه نداریم، چون دنیا به اینها نرسیدیم. وقتی ما دنیا را در اختیار اینها قرار بدیم، قدرت را در اختیار اینها قرار بدیم، اینها هم عاشق دنیایند، هم عاشق حکومتند، هم عاشق ریاستند. و لذا امام هشم علیه السلام اون را هم خونسا کرد. هرچی اصرار کرد اول به اصرار نمیپذیرفت، بعدم که پذیرفت برای شرط گذاشت که من هرگز در هیچ امور، در رتب و فتق امور، در عزل و نصب امور دخالت نمی کنم. باز هم نقشه مأمون را در واقع امام رضا علیه السلام خونسا کرد. اون چرا که در پایان میخوام عرض بکنم اینه که امام علیه السلام در مسیری که داشتن میرفتن در نیشابور برای شیعان سخنرانی کردن و به اصطلاح حرفهای دلشون رو گفتن و بعد حدیث سلسله الذهب را به یادگار گذاشتن. حدیث سلسله الذهب از اون به اصطلاح حادث معروف است که وقتی میگن امام سخنرانیش تمام شد، یکی از اصحاب بلند شدن گفتن آقا
کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. آیا این حدیث پیامبر هست یا حدیث پیامبر نیست؟ امام علیه السلام فرمود هست که کلمه توحید پناهگاه من است، هر که در این پناهگاه وارد شود از عذاب من در امان هست. امام علیه السلام سرش را از کجاوه بیرون آورد و فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اونجا باز هم حرف اساسی را زد و فرمود که بله، کلمه لا اله الا الله پناهگاه محکم خداست و هر که در این پناهگاه توحید وارد شود در امان هست، منتها به شرطها و شروطها و انا من شروطها، به شرط آن که شرایطش را رعایت کنن. و امامت شرط استفاده از توحید است. امام علیه السلام توحید را به امامت پیوند زد و بعد در حقیقت پیام داد که اگر کسی میخواهد توحیدش درست شود باید از مسیر امامت و از مسیر عصمت حرکت کند و این جزء وظیفه های ما و شماست که همیشه دینمان را و ایمانمان را و قرآنمان را و توحیدمان را و نبوتمان را بر مدار امام و علم امام و آگاهی بخشی امام در واقع هم بشناسیم و هم باور بکنیم و هم در مسیر وظیفه های توحیدی و انسانی و اسلامی خود حرکت نماییم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق خداشناسی و خدا باوری و خدا گرایی را عنایت بفرماید، ما را قدردان نعمت نبوت و امامت قرار بدهد. عرض سلام و ارادت ما را به محضر یوسف زهرا تقدیم بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بر محمد و آل محمد صلوات الله.